منو کلا ناامید کرده بودن بابت حالا ویزای استرالیا. بعد اینکه وقتی همکار شما تماس گرفت انگار که مثلا یه در جدیدی باز شده، دنیای جدیدی باز شد و من خیلی خوشحال شدم بابت این قضیه. خب حالا با شرایط من هم می شود ویزا گرفت. منتها حالا همکاراتون میگفتن که خب این ببین رو کاغذه، باید ببینی که میتونی اینو عملی کنی، میتونن عملی کنن، ولی شرایط شما طوری نیستش. من که نمیتونم عزیز، ببین عزیز، من که نمیتونم شما برید تو خیابون از راننده تاکسی و راننده اتوبوس مشورت بگیری بعد بیای به من بگی مثلا هم من نه راننده تاکسی و اتوبوس و اینا نبود، نه نبود. با چی بوده؟ خبیه... من این بوده که خبر نداشته. اگه خبر از شرایط مهاجرت استرالیا داشته باشه که نمیگه نمیتونی. خب من با من اسمشو میگم، من با 50 هم میتونم صحبت کردم. اینا کلا برای من یه پیام هم فرستادن و زنگ زدن که اصلا شرایط شما اوکی نیست برای هیچ ویزایی. بعد اینکه خب من دیگه کلا ناامید بودم، برای شما هم فرست اول، یعنی برای شما تو چالشتون شرکت کردم، منتظر بودم که جواب بیاد و حالا زمان بردی خورده. بلافاصله بعد از اون پیام، یعنی فکر کنم یه چند ساعت بعد از اون پیام، کارمندای شما تماس گرفتن و گفتن که شما آره میتونید با 50 امتیاز حالا میتونی اقدام کنی و بیا تو جلسات هم شرکت کن و سوالاتو بپرس. که من خیلی خوشحال شدم بابت این قضیه. واقعا شما خیلی با اطمینان صحبت میکنین و دوستانم که مثلا هر کی تو این جلسه هست بالاخره منتظر یه امیدی داره که شما بتوانید حالا کارشون رو پیش ببرید. من تو خودم اینطوری هستم. حالا اگر شما الان تاییدیه رو بفرمایید، من زبانم هم ببینید زودتر میتونم، ولی خب حالا دیگه گفتم بذارین که دیگه خیلی دیگه محکم کاری کرده باشم برای 5-6 ماه آینده. شما من که نمیدونم اونجا تو اون شرکت هایی که شما میگین کی با شما حرف میزنه، که میدونی اینم مسئله است دیگه. بعضی وقتا واقعا نمیدونیم کی داره با همون حرف میزنه اونجا. ولی شما الان مشورت داری از من میگیری، منم دارم جلسه داره ضبط میشه و منم لایسنس این کار رو دارم، به صورت رسمی دارم این کار رو میکنم، وکیل رسمی این کار. من نمیتونم، یعنی یه دونه قراردادی شما رو منو حالا شما رو ممکنه خوشبخت کنه نظر اینکه به نتیجه برسیم بیاین استرالیا و خیر، ولی منو ثروتمند نمیکنه راست شو بخواید. این یه دونه قرارداد. خب بله درسته. ببین شما الان ببین چیزی که من میگم مشخصه دیگه، 15 امتیاز سن دارین، خب 10 امتیاز مدرک دارین. این دیگه مهم نیست هما پور بشماره یا ایکس یا ایگرگ، این یه شمارش اصولی امتیاز شماری داریم انجام میدیم. 15 امتیاز هم سابقه کارمونه، این مجموعش میشه 40 امتیاز. 10 امتیاز هم مجردی داریم میشه 50 امتیاز. حالا ایکس و ایگرگ و زد و اینا گفتن که نمیشه، که نمیشه برستون بریم جلو. این یعنی 50 امتیاز شما داری. 50 امتیاز هم ویزای 491 امروز میشه اقدام کرد. خب حالا مسائل ما چیه؟ یک اسکیل اسسمنت که فرق نداره، ربطی هم به سن شما نداره. اسکیل اسسمنت یکی 25 سالش هم باشه، 30 سالش هم باشه، 35 هم باشه، همون مسیر رو میگه شما باید بری. شما باید بری مدارکتو بدی از سازمان وتاسس معادل سازی بگیری. ربطی هم به سن نداره این سازمان. درسته. ما استپ اول معادل سازیه. من در هوش و ذکاوتی که در شما با 5000 مشاوره به شما میگم اینو میگیرم از شما، شما اینو دارین که اون اسسمنتو قبولی بگیرین. معمولا بله، اکثرا قبول میشن. حالا یه عده‌ای که رد میشن بهشون زنگ میخوره، تو مصاحبه بعد جواب میدن، خوب جواب نمیدن، اونم کم هم. مثلا تو 100 نفر 2 نفر مثلا، اینجوری آمارش. شما میگیری، شما اسسمنتت که بگیری، همون نامه‌ای که 3 سال اعتبار داره، بله، کنارش یه دونه پی تی 50 بذاری میشه 50 امتیازی. حالا فقط میمونه بحث این که آیا با 50 امتیاز دعوتنامه میشی یا نه، یعنی میریم وارد گام بعدی میشیم. بس ببین، گام اول شد معادل سازی مدارک که ربطی به سن نداره، همه هم یه مسیر رو دارن میرن. شما یه سری سابقه باید ورداری بیاری، با هم یه کد شغلی انتخاب کنیم، اینا رو جفت و جور کنیم بدیم به اون سازمانه. اگه زنگ نزنه که قبولت میکنه تموم میشه میره، زنگ بزنه شما بعد تو مصاحبه خوب جوابشو بدی که میدی، من از من مشکل نداره. بعد شما زبانو میاری، زبانو که آوردی دو تا گام اصلی ستونای ما گذاشته شده. حالا میریم گام بعدی که بعد بتونیم دعوتنامه بگیریم. دعوتنامه امروزی که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم، دعوتنامه با 50 امتیاز میشه گرفت با چند درصد اطمینان؟ 99% اطمینانش خیلی بالاست امروز. ولی اون چیزی که من نمیدونم اینه،
شما فردا نه تنها برای شما، این ممکنه به همه اتفاق بیفته ها، فقط کیس شما نه، فردا آیا اون دعوتنامه همچنان با 5 امتیاز اونجا میمونه تو این فاصله که من زبان و اسسمنت رو میارم؟ بازم تاکید میکنم این ریسک برای همه وجود داره، نه فقط شما، ولی یه نفر هست در کیس شما سن یه ذره مهمتر میشه چون دیگه جای افزایش امتیاز زیاد نداریم. خب اینه مسئله، فقط اینه که شما که نمیتونی به هوای این که اون روز آیا رشته تو کد رشته میمونه یا نه اقدام نکنی، که اقدام میکنی با خوشبینی که اون روز رشتهت تو انتخاب رشتهت باشه، کما که باید احتمال زیادی هست. اینه مسئله. حالا شما میگی فلانی اینو گفت فلانی اینو گفت، هرچی گفت اینه داستان، اینه این که ما الان با هم بحث کردیم.